اگه شما هر چقدر بیشتر راجع به بیت کوین بخونین به این نتیجه میرسین که خبر بد واسه بیت کوین خوبه و خبر خوب واسه بیت کوین خوبه. Everything is good for Bitcoin. هیچ چیزی وجود نداره که واسه بیت کوین بد باشه. خبر خوب یا خبر بد هیچ فرقی نداره. به خاطر قانونایی که روش داره اپرییت میکنه یه نوع پول انتی فرجایل که هر چقدر بیشتر بهش مردم فوکوس کنن رشدش میره بالاتر. حالا میخواد اون فوکوس بدی باشه یا خوبی باشه هیچ فرقی نداره. من هر دفعه دولت ها میان راجبش میگم ما میخوایم بن کنیم بیت کوین، میگم گود، مرسی، مرسی، پلیز بن ات، لطفاً غیر قانونیش کنین. من دوست دارم شما بیان غیر قانونیش کنین، چون هر چقدر راجبش بیشتر حرف بزنیم بیشتر مردم میگن بیت کوین چی هست که اینا میخوان غیر قانونی کنن، چی هست که اینا اینقدر ازش میترسن که بخوام غیر قانونیش کنن، چیه؟ بذارید ذره راجبش بخونم. مرسی دولت، چه میدونم هند بود، کجا بود، چین بود، هر دو تاشون، همشون. آره آره، مرسی، مرسی که به مردم گفتین که از چی میترسین که مردم برن طرفش. میدونی مفتی مفتی اورنج پیل میکنن مردم. دقیقاً دقیقاً شاک بدیم اثری نداره، ولی اینها یهو و چیزی که اتفاق میفته بعد از این اقدامات خیلی جالبه. مثلا بیت کوین دولت چین میاد ممنوعش میکنه، اول تایم هایشو یکی دو ماه بعد از اون زد، اول تایم های اون سقف تاریخی که تا کنون رخ داده 68000 بود، چند بود، من خیلی 69. به قیمت خیلی به قیمت هم توجه نمیکنم. بعد از اون رخ داد، یعنی گفت که چین اومد منو محدود کرد، ماینرها اومدن از چین خارج شدن. ممکنه یه کم تأثیر میذاشت وقتی این خبر داشت پخش میشد، یه کم نگرانی ها ایجاد میشد. بعد وقتی که مردم میبینن که همچنان پابرجاست، اتفاقا قوی تر از قبلش هم میشه. دقیقا برای همین میگم خبر بد خبر خوبه، خبر خوبیه. چون هر دفعه بیت کوین میخوره زمین قوی تر برمیگرده بالا. هر دفعه فکر کن ببین بیشتر از 50% ماینینگ تو این کشور بود. کاملا جمع کردن ماینینگو، یک دونه بلاک کم نموند روی بلاک چین بیت کوین. تیک تاک تیک، اصلا مثل یه ساعت، اصلا انگار نه انگار، آقا نصف شبکه حذف شد، انگار نه انگار. هش ریت اومد پایین، یعنی چیز واسه هر کسی که متوجه موضوع نیست، وقتی که کامپیوترهایی که دارن بیت کوین ماین میکنن خاموش میشن، رقابت میاد پایین، بیت کوین اتوماتیک ساده تر میشه حل کردنش، هش ریت میاد پایین، کامپیوترهای جدید میتونن روشن بشن و بیان تو شبکه. پس بنابراین چی میشه؟ اتفاق بهتری میفته واسه بیت کوین. یه کامپیوترهای جدید از هر جای دیگه دنیا وارد شبکه میشن. برای همین اتفاق افتاد که هش ریت اومد پایین، پخش شد، یه ذره رفت آمریکا، یه ذره رفت ازبکستان، یه ذره رفت اینور، یه ذره اون، و دوباره برگشت الان هفته پیش دوباره آل تایم های زد. یعنی از اون لولی که قبل از اینکه چین بنش کنه بالاتر هم رفت، ولی پخشتر هم شد با یه خبر بد. دقیقا همون انتای فرجایل که اتفاقا که دقیقا دشمن های بیت کوین هم اینو به کار بردن، نسیم طلب. دقیقا آره.